بله، ما گفتیم که امروز نه تنها به داخل استودیو ما گوشهای کابل شاید نشامتان بتیم. اسام فرزان هم کار بسیار خوب و ما موسیقی زنده داره تقدیمتان میکنیم، مهمانای بسیار خوب. ما از کابل فراتر هم رفتیم به آمریکا میریم، ولی اجازه از طریق خط اسکایپ با ما هستن. ولی نازنین سلام، وقتتان بخیر. سلام عرض میکنم، عید به تمام هموطنانم تبریک میگم. خوشحال هستم که حداقل با اسکایپ با شما عزیزان به تماس هستم. زنده و سلامت باشین. ولی جان چند بچه هست همی لحظه؟ اینجا ساعت فعلا 6 شب است. در آمریکا هستم، اکچولی در چی زندگی میکنم، در جرمنی، اما به خاطر چند تا پروگرام ها و کانسرت هاست که در آمریکا آمدیم. خب. ولی جان سلام، من تقدیمتان میکنم، عیدتان مبارک. بسیار زمان طولانی است که فکر میکنم افغانستان نیومدین. کجا هستین که اصلا طرف افغانستان نمیایین؟ دیگه متاسفانه نشد که با وطن بیام، به خاطر مصروفیت های زیادی که پروگراما بیزنس هایی که من در جرمنی دارم مرا نماند که طرف افغانستان بیام، اما انشالله کوشش کردم که این سال شبه که حتما بیام دیدن وطن انشالله. ولی مست و نازنین ما همونطور مست است، ولی چهرهش بسیار تغییر کرده حس میکنیم ما. خب دیگه خب باید یک ذره تغییرات بیارم. من همیشه چندین سال بود که با یک چهره بود، مایم یک رقم بود و سعی کردم که حالا یک ذره وزنم گرفتم، زیاد سپورت میکنم و سعی کردم که یک ذره تغییرات بیارم، هم جوری که هموطنانم از من انتظار دارن. بله، تغییرات حس میکنه ما در وجودتان. بله، ولی جان گفتین که شما در جرمنی زندگی میکنین، از کارا و برنامه هایتان بگوین. در کنار موسیقی دیگه مصروف چه برنامه هایی هستین در جرمنی؟ خب من یک رستوران بسیار معروف دارم به نام کوالی، در نزدیک های فرانکفورت است، از شهر زیبای هایدلبرگ. یک رستوران است که بسیار معروف است در جرمنی، که از همه جای جرمنی میاند اونجا و زیاد 3-4 سال وقت گرفت که او را من بیلد کردم، درست کردم و کار دیزاین رو مطرح میکنم. فیر دیزاین که فعلا در اروپا یک از بهترین ها هستیم که به دیزاین مطرح کاست مطرح را سپورتی میسازیم. اینا همراه مصروف هستم و همراه موسیقی. بسیار خوب، آهنگ تازه هم دارین ولی جان؟ بله، اتفاقا 3-4 تا آهنگ است که ریکوردینگانش من کردم، 3 تا ویدیو هم خلاص شده. بله. اما تکمیل شدنش من انشالله از هفته دیگه در آمریکا هستم که آهنگا رو تکمیل میکنم. به خاطر یک دونه آهنگ افشاری ثبت کردم و این آهنگ چی میگن، به خاطر 5.5 دقیقه بود، هنوز ما باید ویدیو شوت های مختلف تو می داشتیم، بعد دوباره هفته دیگه در آمریکا ثبت بکنم که انشالله فکر کنم تا 2 هفته دیگه ویدیو تکمیل میشه و انشالله به بازم میه. ولی جان عزیز بگوین که اید را چگونه تجلیل میکنین؟ حال آمدنتان به آمریکا به خاطر کدام، کنسرت ایدی بوده یا ای که برنامه دیگری؟ خب کنسرت ایدی که 3 هفته بعد انشالله در ساکرامنتو، در سان فرانسیسکو، نزدیک سان فرانسیسکو یک شهر است به نام ساکرامنتو، یک کنسرت کلان دارم، کنسرت پارکی دارم که تقریبا ما 10,000 نفر انتظار داریم در این کنسرت و حالا تقریبا تنظیم میکنیم این کنسرت. به این خاطر ما آمدم به آمریکا. بله. ولی جان کدام اید در کشور بودین در افغانستان؟ با خدا چندین وقت پیش بود، چندین سال پیش بود که اید در افغانستان بودم. یک فکر کنم 6-7 سال است که متاسفانه نتونستم بیام. این حال و هوا را دیگه اونجا نمیتونین تجربه کنین، حال و هوای اید وطن دیگه. بله، حال هوای اید وطن دیگه او یک چی میگن حس خاصی داره. بله. متاسفانه دیگه نوش جان شما. چه چیز اید برای شما بسیار خوشایند و دلپذیر است وقتی وطن باشین؟ وقتی که وطن باشم دیگه فکر کنم وقتی که آدم در وطن باشه از 4 طرف وطندارایش میبینه، کلگی در لسان زیبای دری و پشتو اینا صحبت میکنن، آدم لذت میبره. هیچ جا برای فکر کنم ما که در خارج هم که هستیم هیچ جا برای ما وطن نمیشه. حس وطن بودن ما هیچ وقت در خارج نخواهد داشت و
وقتی که آدم در وطن است معلوم دار است که او دیگه حسی داره، او دیگه زیبایی داره، او دیگه گرمی داره. نوش جانتان. بله، از چه گرمی ها برات قسم کرد پدر، مادر، خوار، برادر از افغانستان؟ از چی؟ نفهمیدم دوباره؟ گفتم از چی گرمی ها، از محبت و از چی بیشتر از افغانستان براتان فامیل قسم میکردن؟ خصوصاً تجربه های این گرمی ها و محبتی که ما خودم تجربه کردم دیگه، نه تنها اونا برای ما قصه کنن. میفهمم که گرم بودن، احترام و چی میگن که در افغانستان است، در خارج اقدر متاسفانه نیست و امی کلتور و فرهنگ ما در اونجا، امی کلتور و فرهنگ با پا کردن متاسفانه در خارج نیست. اینجا ما هر چی باشیم در خارج که باشیم باید همراه خارجی ها بسازیم، نه همراه کلتور و فرهنگی که اینا دارن. کلتور و فرهنگ افغانی یک ذره میکس شده، اما در افغانستان همون کلتور و فرهنگ است، همون گرمی و صمیمیت است که متاسفانه در خارج نیست. خب تنظیم و اشعار آهنگتان از کی هست؟ خب آهنگار کمپوزایش بالای 90% از خودم است. تمام ملودیایی که در موسیقی ها میشنوید از خودم است. تنظیم یک دوستیم به نام کی او در چیز است، یک گریس است و چه گریسی است، بسیار تالنتد است. ای در جرمنی میسازیم و شاعر شعرهای آهنگایم نظیفه جان برای ما میسازن، همراه ما کمک میکنن و انشالله آهنگای نوی است که دیگه بشنوین و لذت ببرین. بله، ولی بیا کمی از خودم بر ما بیشتر بگوین که چی چیز ولی در بسیار خوشحال میسازه ولی اجازی ما را. من را خوشحال میسازه که همراه هموطنانم در کنتکت هستم، در رابطه هستم، که همیشه اینمال خوش هستم که صدای من را هموطنانم که در داخل افغانستان هم اکثرا میشنوند و میتونم برایشان بگم چقدر دوستشان دارم. این پیغامایی که برای ما میدن همیشه من را زیاد خوش میسازن و این برای من انرژی میدن و همیشه از من انتظار کارهای نو دارن و برای من انرژی میدن و من را زیاد خوش میسازن. کارهایتان ولی جان بسیار با فاصله های طولانی و بازار میایه، دلیلش چی هست؟ خب دلیلش جوره که ما گفتم مردم از من انتظار کارهای نو دارن. انتظار کارهای نو اتفاقا سال پیش من آهنگ آیستا بیرور اگه کمپوزش ما ساخته بودم، اگه شما شنیده باشین. بله. کاملا یک کار نو بودک و دختر کابل دو تا ویدیو سال پیش من در بازار ازا کردم، اما حال یک آهنگ دیگه است. سعی کردم که ریتمای مختلف دیما با کار ببرم که نه تنها در افغانستان انتظار دارن، خارج از کشور ولی جوانای ما بسیار زیاد موسیقی خارجی میشنوند. سعی کردم که با یک دختر آلمانیایی یک آهنگ بخوانم، با یک دوستای خیلی خوبم تمیم جان که انگلیسی میخونه همراه او خواندم، با آهنگ رگاتون ریتم رو یک ذره تغییرات دادم و از من طول میکشه است به خاطر انتظاری که مردم از من دارن بسیار انتظار بلند است، نه به خاطر من جزو کسای اول بودم که موسیقی افغانی را چی میگن زیاد مدرن در بازار اجرا کردم، ویدیوهای نو، ویدیوهای تازه در بازار چیز دادم و مردم همون در ذهنشان مونده و انتظارشان بسیار بالاست. به این خاطر معذرت میخوایم که یک ذره طول کشید، اما انشالله چی میگن دیر آید درست آید و سعی کردم کارهای تازه. بله ولی جان ما امروز شاید قرضدار تام بمانیم به خاطر از این که ما همه میهمانان خود قرار است یک جوس وطنی از میوه خود کشور ما برشان جور بکنیم. بح. ولی خودت دور هستی، از طرف ما یک گلاس جوس جور بکنین، نوش جان بکنین، بخورین، لذت ببرین و ما دو نیم دقیقه فرصت داریم. کمی از فامیل هم میشه بر ما بگوین که در فامیل چند نفر هستین، کیا کار میکنن، از تحصیلتان هم میشه صحبت بکنین که بیشتر بینندگان ما آگاه شوند. خب فامیل ما تنها زندگی میکنم، فامیلم چیز هستن، اونا در هامبورگ هستن. بله. و چی میگن تحصیلاتم بگیم مکتب خلاص کردم که دانشگاه موسیقی رو هم پیش بردم و هنوزم تعلیم میکنم در موسیقی، سعی میکنم هنوز بیشتر یاد بگیرم و دیگه
چی میگم مصروفیت ها ایست که دیگه کار امی رستوران داری و منیجمنت رستوران داری را او را هم تحصیل کردم. ولی جان چند خواهر و برادر هستین شما؟ ما 4 خواهر دارم و 3 برادر. خب خدا همیتانه خوش و خوشحال کنار هم زنده داشته باشه. ولی پیامتان امروز چی خواهد بود؟ و ما پیام داریم فردا بخیر چشمتان که از خواب باز شد، هر هموطن ما را که در آمریکا دیدین اید از طرف ما برشان تبریکی بتین و آل پیام خودتان. من پیام ایمه ایست که میخوایم مملکت ما خوش باشن، مملکت ما آروم باشه و مردم قدر او وطن بدانن. هیچ جا وطن نمیشه، سعی بکنن که وطن بسازن، وطن پاک نگاه دارن و خوشی و پیشرفتی برای تمام هم بتنن. بله بسیار تشکر ولی جان، زنده و سلامت باشین. با ولی نازنین خداحافظی خواد کردیم و ما میریم به طرف 40 ثانیه فرصت داریم به طرف شیر احمد هم ببینیم که شیر احمد مصروف چه کار است. تشکر از میمان ویژه ما که امروز صحبت کرد. من میخواستم پرسان کنم که امی رستوران که دارن یا غذاهای محلی خود ما را آماده میکنه یا مو غذای اروپایی یا خب بر صورت کت شد. ما دیگه استاد جوس آماده کردیم، جوس هم هست و قبلا که جور کردیم جوس کیله بود و آل جوس هم امرای کیله میکس جور کردیم، بسیار ساده آماده میشه. دیگه این کدام چیز خاصی نداره و هر کس میتونه که بسیار به راحتی جوس تیار کنه، هر نوع جوس. اما ما جوسر میوه نرم کننده داریم که ما اینو جور کنیم. اگر جوسر که شما دارین مثلا میوه سخت هم بکشه بشه از او هم شما میتونید که باز دو مگر ما از قیماق استفاده کرده نمیتونیم، در خرما استفاده کرده نمیتونیم، در جوسایی وقتی که آب زردک ما بکشیم یا مثلا آب سیب به او استفاده نمیشه باید. چون او میوه نرم است و این میوه که هست یک ذره غلیظ است، این میتونیم که ما از قیماق هم استفاده کنیم. حتما صحبت های شیر احمد هم خود شنیدیم در لابلای برنامه. وقفه، پس از وقفه بازم برمیگردیم با مهمان های نازنین امروز خود. سلام دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.